به نام خدا و با عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. ده ها تن از طالبان صبح امروز به هدف ولسوالی شیندند حمله کردند. مسئولان امنیتی می گویند نیروهای امنیتی در چند پاسگاه با مخالفان دولت به درگیری پرداختند و مانع وارد شدن آنان به بازار ولسوالی شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات می گوید با رسیدن نیروهای ارتش، کماندو و پلیس به ساحه طالبان متواری شدند. آقای احمدی ادعای طالبان مبنی بر سقوط این ولسوالی به دست این گروه را رد می کند. امروز صبح در حدود 20 نفر از مخالفین حمله کرده بودند. بالای ولسوالی می خواستند داخل شوند که دو پسته امنیتی با اونا درگیر شدند و اینا می خواستند در بازار بیاین و عملات سازماندهی بکنند که به مخالفت روبرو شدند. فعلا متواری شدند. وضعیت نرماله. اردوی ملی، نیروهای کماندو و امنیت ما، آمر امنیت در منطقه ازامن تا که به تقیب از اینا روانند. هیچ خطر تهدید کرده نمیتونشن داره. حمله انتحاری در ساحه ترخیل شهر کابل 6 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته است. انتحار کننده که پیاده بوده، مواد انفجاری امراهش را نزدیک ساعت 7 صبح امروز به هدف موتر حامل کارکنان ارتش منفجر کرد. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید در این رویداد 6 تن از کارکنان ارتش ملی کشته و 11 تن زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. از خانه میخواستم برایم این وقت انفجار صورت گرفت. دیدم عملی کاستر، پرسنل کاستر اردوی ملی بدوش میدون طرف پایین میدون چون خدا بچ کنه از اندیاری. که رسیدم 6 نفر بیچاره از اردوی ملی شهید بود، چند نفر زخمی بود، باقی دیگه کاستر کلش خون پر بود، خون آلود بود، اینوا کلش زخمی بود و دو موتر که یک سراچه سیاه بود، یک موتر سفید بود که وارد بچش بسری خود شما میبینیم، آزوان مردمش هم زخمی بود، دیگه شهید. فردی که متهم به تجاوز جنسی بر یک کودک در ولسوالی شلگره ولایت بلخ بود، خودکشی کرده است. پلیس ولایت بلخ میگوید فرد متهم که نوید نام داشت و روز یکشنبه به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر 5 ساله گرفتار شده بود، شب گذشته در تشناب بازداشتگاه خود را القاویز کرده و به زندگیش پایان داده است. عبدالرضا قادری آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ این رویداد را تایید میکنه. و بر بنیاد اسناد افشا شده، سوی سنای امریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور سالانه دست کم 1 میلیون دلار حق سکوت به پولند می پرداخت تا زندانهای مخفی این سازمان را در این کشور فاش نکند. گفته می شود CIA از زندانهای مخفی خود در پولند برای نگهداری مظنونان حادثه 11 سپتامبر استفاده می کرده است. به نقل از گزارش شبکه خبری روسی، دولت پولند نخست از پذیرش همکاری با سیا در این مورد خودداری می کرد، اما بعدا این خبر را تایید کرده است. در این اسناد آمده که در سال 2002 میلادی دو بازداشت شده از سوی سازمان سیا به نامهای ابو زبیده و عبدالرحیم نشیری به پولند منتقل شدند. از امرویدان سپاس، خدا نگهدار.